اتومات ما رو وحشی کردن و وحشی در جهان نشون میدن. ما که مهد تمدن بودیم، الان هم تمدن داریم. الان تمام ملت ایران بابای آقای کارگردان نیست که بچه‌ها دیگه دیگه میکنه. از این کارا توی کشور غربی، توی کشور عربی خر در خروار اتفاق میفته. کارایی میکنه که ببینید، ولی تبلیغات اینطوری نمیشه که دنیا یهو به من در از این دو روز حدود 7 نفر تلفن کردن فرانسوی. آقای دیوید عباسی سیاوش هم بسید، درسته این؟ آدم های مهم چی جواب بدم من؟ 40 سال همین بدبختی دارم. بعد دیگه الان تمام دنیا آمازون بگیر و یوتیوب بگیر و فارسی ممنوع. فارسی باید 1000 تا سوال بدی اگه میخوای یه کاری جنسی از ایران داری بذاری، یه کتابی حتی میخوای بذاری و چه بکنی چه بکنی دیگه، زبانت هم دارم از بین میبرم. خب مردم همتی، این دست شماست. 14 قرن از قبلش علیه ما توطئه کردن. ببینید امروز نکته که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه. ایرانی یهودی، خوب باید شما گوش کنید به این موضوع امروز، بعد باید منتقل کنید با آگاهی همه برسونید، چون همه هم دانشمند نیستن. چون فکر کردید هر کی یهودی شد علم لدنی داره، میگن یهودی ها دنیا رو میگردونن، باشه که ایرانی میگه ما همه فیلسوفیم، فتانه نزد ایران نه نستا بسته. این حرف ها چیه؟ الان خیلی ما ذهنیتمون کوتاه شده، انبوه که بود الان اومده پایین، همه شعاری شدیم. نکته که امروز سیاوش عبستون میخواد به شما بگه خیلی مهمه، روش تفکر میکنید و با آگاهی همه هم میرسونید. ببینید دو قدرت جهانی بوده از قدیم و دو گروه از مردم که این دو گروه بازیچه این دو قدرت بودن در طول تاریخ. این دو قدرت یکی ایران بوده، از زمان ایلامیان میگم، 7000 سال پیش، 8000 سال پیش، 6000 سال پیش. اینا چون تاریخش دقیق و مشخص نیست، هزار و از 8000، 10000، 7000 سال پیش دولت مقتدر ایلامیان. گاو رو احترام میذاشتن به خاطر میترا، بهش به گاو احترام میگذاشتن، ولی خودشون گاو نبودن. الان مردم ما رو گاو کردن، مردم ما رو دارن میدوشن تاریخن. ولی تو هند اگه گاو رو احترام بهش میذارن به احترام میترا، اون گاو شیر میده بهش، نه که اینها گاو باشن شیر بدن به اون. گاو قربانی بود در از میترا تا محمد، من نوشتم خشکسالی شده بود در پامیر تاجیکستان اون هزارهای پیش. میترا گفت میخواین زمین حاصل خیز بشه باید خون بریزین. چه ده بود موقع، تو بزرگ آدم نبود که، ده کوچیک بود، گفت گاواتونو بچه‌هاشو میزان دیگه، دوباره زایش میکنن و تولید مثل میکنن، خون اینها رو بریزید توی زمین که خشک شده، الان بارون نیامده، بارورش کنه، قوتش بده و گاواتون رو دوباره میزنه. این کار قربانی، فلسفهش شرح کامل دادم تو از میترا تا محمد 40 سال پیش. گاو به خاطر اینه که احترام داره در آیین میترا، بعد منتقل میشه اینجا، چون ما از گاو بهره میبریم. اما دقیقا عکس این شده، ما رو گاو کردن، ما رو گاف کردن. دو تا قدرت بود پس، یکی روم یکی ایران. این دو تا با هم همیشه در جنگ و درگیری بودن، همیشه در جنگ و درگیری بودن. خب این وسط دو تا گروه بودن از مردم، گروه های زیادی بودن، ولی دو تا گروه چون یکیشون وحشی خونخوار سیاه دل، یکی دیگهشون سرنگ باهوش اندیشمند متفکر. این دو تا گروه از مردم که از یک تبار بودن ریشه‌شون، همیشه باز این وسط مورد معامله قرار می گرفتن. اون صحراگردان جنگجوی خشن اعراب بودن، اعراب قریش، قبایل عرب در شبه جزیره عربی زندگی می کردن. کارشون فقط راهزنی بود، در سال فقط 2 ماه راهزنی نمی کردن، شهر الحرام، بقیه کارشون راهزنی بود، خشونت خاش. چه روم چه ایران از اینا استفاده میکرد. بعض وقتی اینا به کاروان ایران، به خود روم یا حمله میکردن، اینا متحد میشدن، اینا رو سرکوب میکردن، بعض اینا رو استخدام میکرد. از این بازی ها بود که حتی تا یمن ایران رفته بود و تا یمن فرمان روی میکرد که اینا رو بتونه کنترل کنه.
از اون طرف یهودی ها بودن. یهودی ها اون جناح فهمیده، اندیشمند، دانشمند، ستاره شناس، آدم حسابیش بودن، پزشک، مزشک، اینا همه توی یهودی ها بود. باز سعی میکردن که از اینا چه روم چه ایران استفاده کنه. برای همینه که من اینا رو نوشتم، درسای کهن رو بیشتر توضیحاتم دادم، باید همه کار ما مراجعه بشه. بیش از 7000 تا ویدیو از ما وجود داره، بیش از 130 تا کتاب نوشته شده به زبان‌های مختلف و پارسی شب است. باید برید بخونید، با یه برنامه الان سوال میکنید باید برید مطالعه کنید. این جنگ هایی که بوده، هر کسی سعی میکرده که هر حربی داره استفاده کنه علیه اون یکی دیگه. سوشیانت یعنی ناجی نجات دهنده، موشه، مسیح، کسی که میاد در فرهنگ قوین میترا بوده و زرتشت، که میترا از کوه پامیر چون میاد پایین، بعد هم میره تو کوه پامیر هم میمیره، بعد همیشه منتظر بودن که ناجی از بولا بیاد پایین، بعدی به یهودی، به اسلام، به مسیحیت، به همه جا سریعت میکنه. بعد اصلا مسیحیت که میدونین عیسی مسیح خودش یهودیه، میاد که قوم خودش نجات بده دست روم، میاد قوم خودش از دست رومیان نجات بده. اینو خوب گوش کنید، امروز میگم بهتون، یهودی هم گوش کنن، ایرانی هم گوش کنن، به همه منتقل کنید. میاد عیسی مسیح مردم خودشو که بعدم همواره، حالا اعراب چون میرفتن تو صحرا گنگور میشدن، ولی یهودیان چون میومدن تو میدون، میرفتن تو دربار، میخواستن پزشکی، حسابداری، بانک 3500 سال پیش یهودی ایرانی میسازن اولین بانک دنیا رو. این یهودی چون ندرسس بودن، همیشه قدرت هایی که می اومدن، حالا اسمشه بذار بابلیگین، آسوریین، چه اینا رو برده می گرفتن، اسیر می گرفتن. مثلا در این ایتالیا اون یارو چیزی که داره میبینین جمجمه که میبیننشون بنایه در روم، اون رو برده ها ساختن، اکثر اون برده ها هم یهودی بودن، بندهای خدا رو آوردن اونجا رو برده ساختن. خیلی کارهای دیگر یهودی ها وقتی که اسیر می شدن، اینا به عنوان برده از این استفاده می کردن، ولی عرب ها فرار می کردن. پس این دو تا طایفه همیشه بوده، ولی ایرانی هرگز یهودی رو برده نکرده، هیچ کس دیگر هم نکرد. ایرانی هرگز هم یهودی رو نکشته، غربی ها، رومی ها خیلی کشتن. بعد و قبل از عیسی مسیح به اورشلیم بارها حمله کردن، یهودی های بسیاری رو کشتن. قرون وسطا هم باز کشتن، یعنی در هزاره دهم میلادی هم باز کشتن. در قرن سابق هم که هیتلر جنایتکار اومد، باز 6 میلیون یهودی رو کشت. ایرانی یهودی نکشته. اینو میگم برای اونایی که یهودیایی که تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرن، نکشته ایران و خونه خودشون بوده ایران. حالا این مثلا شما اینجا داشته باشید، اعراب رو ازشون استفاده میکردن به عنوان جنگجویان خشن سلاحشون، از یهودی استفاده میکردن به خاطر علم و دانش و ذکاوت و تیزوشی که در هر زمینه داشت. اصلا نادرشاه حسابداریش، حسابداری نادرشاه دست یهودی هست. در خیام و این جهان فرسوده هم کتاب هست به زبانهای مختلف منتشر شده و هم 3 ساعت سیدی است، روی اینترنت هم رایگان میتونید گوش کنید، مال سیاوش عبستان. تو اونجا من نوشتم حتی زمان عباسیان که بیش از 500 سال حکومت میکردن، زرتشتی ها که برمکی ها حضور داشتن، یهودی ها هم حضور داشتن. برمکی ها اگر سیاست رو میگردوندن، باز امور مالی دربار دست یهودی ها بود. یعنی ایران با یهودی هیچ مشکلی نداشته و همیشه هم باشون کار کرد. زمان رضا شاه هم همینطور بود، محمد رضا شاه هم همینطور بود، زمان کوروش هم که رفت اینا اصلا آزاد کرد. این دارم میگم بدونید، با ایرانی، با یهودی ها، خصوصا اونایی که تحت این تاثیر تبلیغات، خصوصا الان که جنگ فلسطین هست، با درود بر شما. پیوند با سیاوش اوستا در تمامی شبکه های اجتماعی فقط با اوستا 7000، اوستا با دبلیو 7000. میبوسمتون. اورموزچید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس
برنامه‌های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید.